بر مسئولیت آمریکا در حفاظت از اشرف تأکید کرده و گفت آنان افراد حفاظت شده در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو هستند و آمریکا با تک تک آنها توافقنامه امضا کرده است که تا تعیین تکلیف نهایی حفاظت آنها را تضمین کند. بنابراین آمریکا میبایست بار دیگر نیروی نظامی خود را در اشرف مستقر سازد تا از وقوع یک فاجعه جدید انسانی جلوگیری کند، وگرنه هر آسیبی که به ساکنان اشرف وارد شود آمریکا در آن مسئولیت خواهد داشت. پرزیدنت کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت با یادآوری اینکه دادگاه ملی اسپانیا یک پرونده تحقیق برای مقامات دولت عراق به خاطر وقایع خونبار ژوئیه 2009 گشوده است گفت همه جنایاتی که پس از تاریخ ژوئیه 2009 نیز علیه ساکنان اشرف اتفاق افتاده، من جمله شکنجه روانی که همکنون جریان دارد، به پرونده‌ای که در دادگاه اسپانیا جریان دارد افسوده خواهد شد. بنا به تشخیص دادگاه، بقایای ژوئیه گذشته، نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی و به طور مشخص کنوانسیون چهارم ژنو بوده و مسئولان آن باید محاکمه و مجازات شوند. نایب رئیس پارلمان اروپا خطاب به هزار تن زنان ساکن اشرف گفت اهانت‌های تواور ماموران رژیم به آنان برای پارلمان اروپا و برای هیچ انسان شرافتمندی قابل تحمل نیست و نشان می‌دهد رژیم زنستیز آخوندها تا چه اندازه از زنان مقاوم اشرف وحشت دارد. زنانی که در جهان ما از برجسته‌ترین مظاهر مقاومت و صلابت هستند و نشان دادند به خوبی پتانسیل رهبری یک جامعه دموکراتیک، مدرن و پیشرفته را دارند. آقای ویدال افزود همه ما در پارلمان اروپا و در کمیته بین‌المللی عدالت نگران وضعیت ساکنان اشرف هستیم و مسئولیت سنگینی داریم که از حقوق آنان دفاع کنیم، به خصوص که قطعنامه 24 آوریل 2009 پارلمان اروپا برای ما الزام آور است. اما تعهد ما به ساکنان اشرف فراتر از وظایف حقوقی و سیاسی مشخص یک وظیفه انسانی و تاریخی است، زیرا اشرف در جبهه مقدم مبارزه با بنیادگرایی و دفاع از دموکراسی و آزادی در منطقه قرار دارد. دفاع از رزماوران صدیق آزادی و حمایت از دموکراسی در ایران، دفاع از هویت انسانی خودمان و حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در تمامی جهان است. کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، 2 نوامبر 2010. بینندگان عزیز، مشروع این گزارش و مکالمات نایب رئیس پارلمان اروپا با مجاهدان اشرف و دریافت آخرین وضعیت حفاظتی و چگونگی محاصره ضد انسانی و محدودیت‌های ظالمانه پزشکی و لوجستیکی اشرف توسط رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت که 4000 پارلمانتر در 35 کشور جهان را در بر می‌گیرد، در روزهای آینده به اطلاع هموطنان خواهد رسید.